میهمان عزیز ما امروز آقای دکتر عباس میلانی هستند. دکتر میلانی رئیس گروه ایران شناسی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا هستند، کالیفرنیا امریکا، و شکی ندارم که بسیاری از شما عزیزان یا با شخصیت ایشان از نزدیک یا با آثار قلمی ایشان و کارهایی که در رسانه‌های عمومی از ایشان منتشر شده آشنایی دارید. دکتر میلانی حدود 20 کتاب در زمینه ایران شناسی و مسائل مختلف در ارتباط با تاریخ ایران، فرهنگ ایران، جامعه ایران نوشتند. بیش از 200 مقاله از ایشون در مجلات علمی در ارتباط با همین قضیه ایران شناسی چاپ شده و فردی هستند بسیار صاحب نظر و محقق بی‌نظیر در عصر کنونی. موضوعی که امروز در نظر گرفتند ایشون برای صحبت ما، سهم ایران در تجدد غرب است. دکتر میلانی نه از طرفی معتقد است که با هر آنچه که غربی است باید ستیز جویی کرد، اونچه که در واقع افرادی چون جلال آل احمد که اصطلاح غرب زدگی رو به کار برد و با هر آنچه که غرب از غرب بود مخالفت میکرد، نه به اون مطلب معتقد است، نه به اینکه باید شیفته همه ابعاد مختلف غرب و تمدن غرب و ظواهر تمدن غرب باشیم، زیرا که هر تمدنی یک مطالبی رو، یک ارزش‌هایی رو به ارمغان آورده و هم از شرق و هم از غرب ما میتوانیم نکات مثبت رو ببینیم و ازش بهره ببریم. دکتر میلانی کتاب‌هایی که اخیراً نوشتن در مورد سهم ایرانیان نه تنها در دوران اخیر بلکه در قرون قبل، چند قرن قبل در پیشرفت علم و تمدن بودن و اینکه در واقع علما و دانشمندان ایرانی چه سهم بسزایی رو در تجدد غرب اجرا کردن که بعد این خودش تبدیل به مسئله رنسانس شد. از شما دعوت میکنم که به مصاحبه امروز ما با دکتر میلانی توجه بفرمایید. موضوعی که برای نشست امروز در نظر گرفتید، سهم ایران و تمدن ایران در تمدن غرب هست. این مطلب رو میتوان از ابعاد مختلف در نظر گرفت، از نکات فرهنگی، از کنم که مسائل مربوط به حقوق بشر، مسائل مربوط به تکنولوژی و خیلی ابعاد دیگر. اما من خواستم ببینم که در این مدت کوتاهی که داریم شما از چه ابعادی، چه بودی میخواید به این مطلب نگاه بکنید. به گمان من مهمترین مسئله‌ای که ما در 150 سال اخیر داشتیم در ایران و هنوزم داریم بله. مسئله تجدده بله. و این بحث که آیا تجدد غربیه بله. و مطلوبه یا غربی نیست و مطلوبه بله. دو گروه به گمان من به نادرستی این حرف رو در ایران جا انداختن که تجدد پدیده غربی است. یه ده فوکولیا هستن، فوکولیایی که میگفتند ما هیچی نداریم، فرهنگ ما جز عقب افتادگی و ارتجاع نیست، هرچی خوبه در غربه، به قول تغیزاده باید پوست و خونمونم غربی بکنیم. اینها در واقع طرفداران تجدد بودن که تجدد رو یک سر غربی میدونستن. دشمنان تجدد که آخوندها عمده ترینش بودن، اونها هم همین حرف رو در مورد تجدد میزنن، میگن که تجدد غربیه بله. برخواسته از سنت یهودی مسیحیه بله. بخشی از جنگ‌های صلیبیه و برای ما نه مطلوبه، نه به تیپ جامعه ما، به فرهنگ ما میخوره بله. هر دو اینها به گمان من سخت نادرسته باورشون. تجدد نه غربیست بله. و نه با ما ناآشناست. اتفاقا بسیاری از اساسی ترین مفاهیم تجدد بله. از جمله انقلاب علمیش مثلا بله. از جمله انسانگراییش، از جمله تساهل دینیش مثلا، همه اینها قبل از اینکه در غرب رواج پیدا بکنه، گاهی 200-300 سال زودتر از غرب در فرهنگ ایران و در ذهن بزرگان ما کاملا رایج و ساری بوده. برای خیلی از بینندگان و شنوندگان ما مسئله بدعی باشه، برای اینکه اکثرا عموما اینجور در مدارس، لااقل در دانشگاه ها یاد گرفتیم در معرض این نوع
تفکر بودیم که خب تجدد یک پدیده هم توی فرمودید غربی است و حالا در عصر روشنگرایی در اروپا چه مکتب رومانتیزم مثلا آلمان چه عصر روشنگرایی فرانسه و انگلستان و اینها از قرون 17 و 18 و حتی از 16 به بعد نرفا و فلاسفه‌ای که آمدن مطالبی که نوشتن چه در مورد حالا مسائل اقتصادیش و چه در ابعاد دیگرش و مذهب پروتستان به اصطلاح که چه کار کرده و چطور به اصطلاح تحولات ایجاد کرده در کلیسا و فلان اکثرا اینو میبینن و در واقع مطلبی که شما بیان میکنید لااقل در ارتباط با ایران و فرهنگ ایران این یک پدیده در واقع وطنی و مثلا بومی هستش و از خارج قرض گرفته نشده از غرب گرفته نشده. ببینید در این زمینه به گمان من باید به یه نکته اشاره کرد. من منظورم اصلا این نیست که هنر نزد ایرانیان است و بس. بله. همه اینا از ایران اومده. بله. ولی حرفم اینه که در هر کدوم از این زمینه ها بله. این قول هایی که این فوکولیا یا این معمما بله. به ما میگن که اینها پدیده های غربی هستند بله. و ناآشنا به فرهنگ ما هستند بله. و ناجور با فرهنگ ما هستند، این نتیجه کج‌خوانی یا نخوندن این متون هست بله. ما یک جهل عظیمی نسبت به تاریخ خودمون داریم متاسفانه بله. یه مقداری نتیجه این است که خب در نتیجه حملات اعراب، حملات دیگران، بسیاری از کتاب‌های ما، کتاب‌های مهم تاریخ ما از بین رفته. بله. ببینید ما یه قول علمی داریم به اسم ابو ریحان بیرونی. بله. هزار سال پیش بله. این رفته 3 سال هندوستان، ادیان هندوستان رو مطالعه کرده بدون اینکه کوچکترین ادعای برتری اسلام داشته باشه. گفتو بریم ببینیم اونا چی میگن. ما احتیاج نداریم انسان شناسی رو و تساهل مذاهب رو از غرب یاد بگیریم. ابو ریحان بیرونی ما خودش این کار کرده. سعدی در کتاب سعدی که آقایون در ایران الان یه جاهلی به اسم حداد عادل رو کردن رئیس بنیاد سعدی و سعدی رو سعی میکنن اسلام پناه بکنن، سعدی رو سعی میکنن متشرع بکنن، سعدی در کتابهاش بارها و بارها در گلستان، در بوستان، در هزلیاتش از برابری مذاهب صحبت میکنه. به مسلمان ها میگه اینقدر به دیگران از دیده بالا نگاه نکنید. بله. اینها رو ما نخوندیم. به سعدی اشاره کردم، شما ببینید بعضی از متجددین ما در مورد سعدی چی گفتن، از نیما بگیرید تا اسماعیل خویی که شاعر مرتجع مداح پادشاه، کجای اینو خوندید؟ کجای این، چرا این رو نرفتید بخونید؟ ما از بیرونی گفتم قولیه 1000 سال پیش 7% کتابای بیرونی چاپ شده، بقیهش گم، یا گمه بله. یا یه نسخهش در یه جاییه که سروش کار نکرده. هر جاره که دست میزنید میبینید یک عظمت این فکر داشته. ابن سینا رو نگاه بکنید. ببینید در قرن 20 کلیسای کاتولیک بعد از 400 سال که هنوز گناه گالیله رو نبخشیده بود، پاپشون در کلیسا یه حکم حکومتی داد، یه چیزی دارن انسیکلیکال دارن مثل همین حکم حکومتی ولایت فقیه ایرانه. حکم حکومتی داد که ما در مورد گالیله اشتباه کردیم، عقل و وحی هر دو منبع خرد هستند و باید ازشون استفاده کرد. 1000 سال پیش دقیقا همین حرفو ابن سینا زده، میگه خدا اگر ما رو نمیخواست بیاندیشیم به اون قدرت فکر نمیداد. خرد به اندازه وحی مهمه. ابن سینا رو تقریبا آخوندهای اون زمان کشتن و خود ما بهش بی توجه بودیم یا کم توجه بودیم. تعداد اینها خیلی زیاده. یکی از درخشان ترین کارهای تاریخ که واقعا از لحاظ فن تاریخی گری جز بهترین متونه، تاریخ بیهقیه. بله. از 30 جلد تاریخ بیهقی 2.5 جلدش به دست ما رسیده، بقیهش گم کردن، سوزوندن، از بین بردن. و نسل اول متجدد ما هم از تقی‌زاده بگیرید تا هدایت کمتر توجه داشتن که برن ببینن این سنت با اینکه درش
لحظات تاریخ هم خیلی زیاده دیگه. خیلی اینا رو کشتن، خیلی از این روشنفکرا رو کشتن، خیلی هاشون رو فراری دادن. ببینید استبداد در تاریخ ایران، جهل در تاریخ ایران، تعصب در تاریخ ایران کم نیست، ولی لحظات درخشان فکر که میراث جهان رو تقویت کرده در اون هم کم نیست. ما نسبت به اون خیلی کم کاری کردیم و کم اطلاع هستیم به گمانم. شما ذکر سعدی رو کردید، یاد این شعری افتاده، شعر مشهورش که میگه یکی جهود و مسلمان نظام میکردن چنان که خنده گرفت از حدیث ایشانم، که میگه اگر هر دو مدعی حقانیت هستن و اگر یه وقت عقل از بین بره هیچ کس بیان نمی کنه، گمان نباید هیچ کس که نادانه. این مطلب خب این شخصیت های اشاره به تاریخ بیهقی کردیم، من خاطرم از در دانشگاه تاریخ بیهقی رو میخوندیم با یک استاد و سبکش خیلی شیرین و جالب بود. این دوره خاص دلیلش چه بوده که ما یک چنین در واقع قولهایی داشتیم، قولهای علمی و معرفت؟ به نظر میرسه مثلا چند حدود 3 قرن لااقل این طول کشیده، مثلا 3 قرن، مثلا قرن مثلا 9 تا 12 میلادی. این یک عصری است که یک چنین افرادی به وجود آمدن. آیا دلیلی داشته که بعد از اون این افول پیدا کرده؟ به نظر من دلایلش واضحه ولی دقیق کسی تا به حال به گمان من مطالعه نکرده، ولی به نظر من 3 دلیل کاملا آشکار داره. مهمترین دلیلش حمله مغوله و داغون میکنه، یعنی آدم میکشن، کتابخونه داغون میکنن. شما تاریخ نیشابور قبل از حمله مغول بخونید، کتاب تاریخ اجتماعی نیشابور میخونید، 5000 استاد دانشگاه داشته، چند تا کتابخونه گنده داشته. ری که الان ازش عبدالعظیم مونده، بله، یه زمانی یه متروپول بوده، یکی از بزرگترین کتابخونه ها رو داشته. تصدیحش کردن. حمله مغول یک کشه، بله، در مقابل به حمله مغول یک جریان عرفان و تصوف را میفته. آقا جهانو بل کن، برو یه گوشه بشین کار دلتو. و در مقابل با همین جریان فکری و در مقابل با جریان حمله مغول یک نوع اسلام سفت و سخت تیپ غزالی را میفته که عقل رو تعطیل بکنید، وحی فقط چیز بکنید، فلسفه کار شیطانه، از این مزخرفاتی که در بر... فلاسفه اینا رو که نوشتم، بله بله. و ببینید یک جریان سازمان یافته ای در مقابل با خرد. بله. تو این زمانی که خیام اون شعرهای شگفت انگیزش رو میگه، بله، و جرأت نمیکنه یکیشو چاپ بکنه برای اینکه میترسه، بله، به حقم داشته، برای اینکه میدونسته اینا رو در بیاره. همون زمان یه سلمان رشدی است اول ازش می ساختم. و تعداد اینا، این آدما که واقعا میدونید من فقط اون نوک این حرکت عظیم رو تونستم کمی مطالعه بکنم، ولی هر جوری که مطالعه میکنی، از سعدی بگیرید تا نظامی، از تاریخ بیهقی بگیرید تا بیرونی، ابن سینا، قولهای تفکر تاریخ هستند. و غرب بدون ابن سینا، غرب بدون بیرونی، انقلاب علمیش میسر نمیشد. ما به دقت میدونیم که کوپرنیک از توسی و از بیرونی، حالا میتونید بگید الهام گرفته، میتونید بگید یاد گرفته، میتونید بگید سرقت ادبی کرده، هر چه اینا رو گفتن، دقیقا اون فرمولی که او نوشته اسمو عوض کرده، حروف لاتین گذاشته و همون رو یعنی بیرونی 200 سال زودتر از غرب خورشید محوری رو مطرح میکنه. بیرونی 300 سال قبل از کشف آمریکا، آمریکا رو بر اساس فرمول ریاضی کشف میکنه، اسمش رو میگه آمریکا. بله. اونقدر هم مغرور نبود مثل غربی ها که وقتی رسیدن اینجا بگه ما اینجا رو کشف کردیم، مثل اینکه اینجا گم بوده. بله. میگه اینجا بر اساس محاسبه زمین شناسی من باید یه قاره‌ای باشه و دقیق میگه. ما چند نفر اون رفتیم بیرونی و مطال کجا میتونیم پیدا کنیم؟ همش میگه انقلاب علمی از غرب اومده به ما. غرب خیلی دستاورد داشته، ولی غرب بدون بیرونی کوپرنیکش میسر نمیشد.
200 سال قبل از کوپرنیک ما در مراغه توسی رصدخانه درست کرده بود که از چین و ماچین دانشجو میگرفتن. ما سیستم اندامنت رو از استنفورد و برکلی نباید یاد بگیریم. در مراغه اندامنت گرفته بود از یک قاتل مغولی. تأثیر یک وزیر ایرانی یا دانشمند در یک پادشاه خونخوار مغولی اونقدر بود که متقاعدش میکنه یک وقف گنده در مراغه درست کنه که دانشجو بیارن، کتابخونه بیارن. اولین تاریخ جهان رو حاجی رشیدالدین می‌نویسه که بعد این همین آخوندا متهمش میکنن به اینکه این یهودی زاده است، از اونجایی که دفن بوده بیرونش میکنن، میکشنش یه جای دیگه. اولین تاریخ جهان رو این نوشته. بنویسید ببینید مینوی در مورد این چه مقاله ای نوشته. اینا هستن که عظمت تاریخ ایران رو، و در این حال تاریکیش دیگه، هر کدوم از اینا رو که میگم رشیدالدین رو گفتم، اون آخوندی که نفش قبرم کرده باید یادمون باشه، اونم بخشی از تاریخ ماست. بله. حالا خالصی که بنده راجع به تحقیقاتی که شما در این زمینه کردید و در اختیار بینندگان و شنوندگان از مثل کتاب هایی رو که چاپ کردید از اون بپرسم، میخواستم در این حال بپرسم که خب ما از این دوران روشنگرایی، این سه قرن که میگذاریم، خب بعد میرسیم به دورانی که یکی دو قرن بعدش میرسیم، دوران قرن اول قرن 16 هم 1500 خورده ای که شاه عباس صفوی میاد و به دوران صفویه میرسیم و چه اینها و دوران قاجار، و بعد اواخر دوران قاجار و دوران ناصرالدین شاه یک حرکت هایی برای باز تجددگرایی در ایران به وجود میاد. آره مثلا مشیرالدوله و مثلا فتحعلی آخوندزاده، هر تا اونها، هر کس حتی میرزا ملکم خان، که هر کدومشون تجدد رو در یک بعد مخصوصی میدیدن. یکی فکر میکرد باید مثلا دستگاه مثلا عدالت و عدلیه مثلا چیز پیدا کنه، مثلا یکی فکر میکرد باید زبان رو از تمام کلمات اسلامی و عربی انفا خالی کنه. ولی در اونجا شما آیا یک تجدد واقعی در اون عصر می‌بینید، یا اینکه اگر که اینها نیتشون خوب بوده ولی واقعا در مقایسه با دوران مثلا ابن سینا و بیرونی نفا واقعا این هم یه تجدد هست، یا اینکه یه حرکتی هست که زیاد اثری نداشت؟ و اولا تو دور قرن 19 هم که شما میگید خب یه حرکت تجددخواهی گنده شروع میشه دیگه. از یه طرفی خب باب در واقع آغازگر یک تجدد مذهبی است در ایران و بابیت و بعد جنبش بهایی و دیانت بهاییت که پیدا میشه، خیلی خصوصیاتی که ما در یک جریان جنب پروتستانتیزم اشاره کردی، بله، در واقع یه نوع پروتستانتیزم در اون دیده میشه دیگه. ولی بله ما انقدر با مرعوب تجدد غربی هستیم که به غیر از مثلا یه نفر که برداشته کتابی در هوان کول برداشته کتابی در مورد نوشته، بقیه مهمترین متفکر تجدد ایران که مشروطه باشه که آدمیته، اون وقت مثلا به بهایت که میرسه میگه این کار انگلیس هاست. اونا یه نسل خیلی به گمان من مهم میبودن و تجدد میخواستن، ولی اغلبشون نگاهشون به غرب بود. یعنی فکر میکردن که همه چیز باید از غرب بیاد. تو آخوندزاده که میگفت زبونمونم باید عوض بکنیم، تقی‌زاده که میگفت پوست خونمونم باید عوض کنیم. دوران پهلوی به گمان من دوران تجدد خواهیه، منتها تجدد منهای دموکراسی. تجدد معمولا با دموکراسی همراهه، ولی رضا شاه و محمد رضا شاه در همه زمینه‌ها به گمان من تلاش میکردن که تجددی ایجاد کنند. ببینید گفتم خیلی از این متون ما نداریم، بله. اکثر این متون در کتابخونه‌های غربی هستن. بله. تو دوران رضا شاه است که کسی به اسم قزوینی، علامه قزوینی، یه پول اندکی بهش دولت ایران میده که این کتابایی که اونجاست نسخه یکی بگیر بیار بذار دانشگاه تهران. بسیاری از این کتاب برای اولین بار از این طریق میاد. بعد یه نسل دیگه از همین تیپ قزوینی، حالا به عظمت قزوینی نیست، ایرج افشار هستن، این هستن. بعد در مرحله بعد در آخرهای از 1955-56 به بعد یه تجدد جدیدی در ایران آغاز میشه که در همه زمینه ها ملت شروع میکنن به فکر کردن که چرا ما از جنبه های مثبت تاریخ خودمون استفاده نکنیم.
بهرام بیضایی برام داره کتاب می‌نویسه، برای اولین بار تاریخ نمایش رو از نمایش ایران پیدا میکنه. میگه کی گفته ما نمایش نداریم؟ یه جوان 25 ساله، پدرش هم رژیم پهلوی و رژیم اسلامی در آوردن چون پدر مادرش بهایی هستن، یکی از بزرگترین هنرمندان تاریخ ایرانه، پدرش رو در آوردن اذیتش کردن، پدر مادرش رو اذیت کردن، ولی نشست یه کار عظیم تاریخی کرد. نه تنها تاریخ نمایش رو در آورد، بلکه به جهانیان نشون داد که تعزیه هم، با اینکه خودش اصلا با مذهب و اسلام چیزی نداره، ارتباطی نداره، که آقا تعزیه هم از لحاظ تئاتری کارهای خیلی جالبی میکنه، تئاتر مدرنه. در کنارش ابراهیم گلستان اومد، هوشنگ گلشیری اومد، که آقا کی گفته ما با همین قصه نویسیمون رو باید از غرب یاد بگیریم؟ همه به ابراهیم گلستان میگفتن تو نثر تو از همینگوی یاد گرفتی. میگه خجالت بکشید، سعدی رو شما دارید، همینگوی؟ میگه من جامپ کات سینما رو، جامپ کات سینما رو از سعدی یاد گرفتم. گلشیری میگه که تاریخ بیهقی یه منشأ عظیم برای قصه نویسیه. داستان حسنک وزیر رو میگه، میگه ببینید این چقدر مدرنه، آخر داستان و اول داستان میگه، میگه میخوام داستان بردار کردن حسنک رو بهتون بگم، ولی اینقدر زیبا میگه که کلمه به کلمهش رو دنبال میکنید. کی گفته ما باید stream of consciousness رو به قول اینا فقط از جویس یاد بگیریم؟ تو ادبیات خود ما تصویرهای شگفت‌انگیزی از ادبیات شبیه به اون هست. این جریان شروع شد. تو معماری سیحون اومد، سیحون اومد اصلا سیستم دوباره، اونم بهاییه، اونم بهاییه، پدرش هم در آوردن، بالاخره هم وادار به مهاجرتش کردن، اومد اصلا تعلیم و تربیت معمار ایرانی رو عوض کرد. گفت کی گفته شما فقط کربوسیه باید بخونید؟ بچه های معماری میبرد میگفت این مسجد و این خونه رو تره معماریشو بکشیم. یه سنت جدید معماری درست شد که از معماری ایران هم الهام بگیرید، نه اینکه کربوزیه رو نخونید، نه اینکه مدرنیسم غرب رو نخونید، ولی شیشه هم الزام نیست کار بکنید، آجر بد نیست. تو نقاشی زندرودی اومد، سبک سقاخونه. گفت کی گفته که سقاخونه ما ازش نمیتونیم تصویر زیبا بسازیم؟ چرا مدرنیسم ما فقط باید از پیکاسو تقلید بکنه؟ میبینید شما گروه اول مدرنیست ها رو که میبینید، نقاشی هاشون با نقاشی های مدرنیست غرب خیلی تفاوتی نداره، ولی زندرودی، صادقی، کلانتری، اینا نقاش مدرنیست درجه یک که عمیقا هم ایرانی هستن. این تجدد ایرانی جهانی است که با مراجعه به اون سنت که شما بهش اشاره کردید پا میگیره. در واقع این یک نوع اون مثلا تفکر این چی که شما بیان میکنید، تفکر غرب زدگی که فکر میکنم برای تاریخ معاصر ما هم تولید مشکلاتی کرد و اینها، یه گروهی گرایش به اون پیدا کردن و در واقع غرب ستیزی نیست، بلکه محاسن غرب رو ببینیم اما محاسن کشور خودمون هم نادیده نگیریم و سهم هر کدوم رو به حق در نظر بگیریم و ادا بکنیم. این نیستش که فقط ایرانی هم، تو که فهمودین که هنر نزد ایرانیان است و بس، این مفهوم نیست، اما در واقع هر دو رو. خیلی خیلی ممنونم. من میخواستم در یک چند دقیقه که باقی مونده از شما خواهش بکنم در مورد تألیفاتی که شما در این زمینه داشتید مختصر بیان بکنید تا بینندگان و شنوندگان عزیز ما بتونن بیشتر در مورد این مطالبی که شما مختصر بیان کردید مطالبه کنن. خیلی متشکرم. من در واقع سه تا کتاب نوشتم، دو تا به فارسی، یکی به انگلیسی، که همش در این موضوعه. بله. یکیش از تجدد و تجدد ستیزی در ایران. بله. دومیش از صیاد سایه ها، اون در ایران اجازه چاپ نگرفت، در خارج چاپ شد. سومیش به انگلیسی هست. بله. اسمش هست
lost wisdom, rethinking Iranian modernity. Lost wisdom, rethinking Iranian modernity. دقیقاً. همین الان هم یه کتاب جمع کردم با یه همکارم در مورد سعدی و انسانگرایی که این بحثایی که اینجا به اختصار شد اونجا خیلی به تفصیل با تکیه به سعدی و کجخوانی هایی که از سعدی به گمان ما شده و چگونه میشه سعدی رو به عنوان یکی از واقعا شگفتی های عالم هنر همسنگ شکسپیر مثلا که دیگه برترین نمایشنامه نویسه به گمان من واقعا چیزی از شکسپیر کم نداره از بابت زیبایی زبان و درایت ذهن و وسعت نظرش من جسارت عرض می‌کنم که به نظر بنده که تخصصی در این زمینه ندارم فکر می‌کنم سعدی حتی فراتر از شکسپیر هست برای اینکه سبک شعر در انگلیسی اون چیزی که وجود داره از نقطه نظر ما ایرانیان و شاید ایرانیان و حتی در نظر گرفتن اشعار عرب و اینها اون چیزی که در انگلیسی لااقل بهش میگیم شعر برای ما در واقع is rhymed prose نثر موزون هست چون ما نثر موزون هم داریم خیلی ایرانی وقتی با اشعار غرب آشنا میشن انگلیسی زبان آشنا میشن این رو میبینن خب این که بهش میگیم شعر ما در ایران بیشتر نثر موزونه ولی شعر در فارسی خب دارای یک عرض کنم که وزن و قافیه و سیستم خاصی هست که من ندیدم مثلا در مثلا عربی خب این رو داریم بنابراین و سعدی در هر سه اینها در واقع تبحر داشته و کاری که کرده تا به امروز خب به این صورت باقی مانده این کتابایی که شما بچه شما فرمودین آیا از طریق وبسایت هم میشه تارنما هم میشه بهشون مراجعه کرد که مثلا بخوان سافت کاپیشو بخرن من خودم یه دوستی ما داریم در کانادا یک سعی کرد این کار رو اونجا انجام بده ولی خورد به این تحریم اقتصادی و الان از لحاظ فنی مشکل دارن من خیلی در واقع به جد تلاش نکردم که اینها رو ولی همشون به صورت رایگان هم در این فضاهای مجازی اگه بگردید همشون خوشبختانه هست من میگم خوشبختانه برای اینکه واقعا بس خوندن دیگه همونطور که کتاب نگاهی به شاه هم مجانی میتونیم بخونید خیلی سپاسگزارم آقای دکتر میلانی از این وقتی که به ما دادید و امیدوار هستم در آینده هم فرصتی دست به تا در حضور شما باشیم و این از تحقیقات وسیعی که کردید بیشتر استفاده بکنیم خیلی متشکرم خیلی ممنونم از شما قربون شما خیلی